همزمان دبیر کل سازمان ملل از نقض فاحش حقوق زنان، تبعیض علیه گروه‌های قومی مذهبی و همچنین صدور تروریست از افغانستان به دیگر کشورها ابراز نگرانی نمود. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 28 شهریور در مقر این سازمان در نیویورک دایر شد، نماینده ویژه دبیر کل این سازمان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش سه ماهه خود را در مورد وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه کرد. وی گفته است که طالبان با تطبیق سیاست‌های سختگیرانه خود بحران بشری را در افغانستان بدتر کردند. همزمان دبیر کل سازمان ملل ضمن نگرانی از نقض وحشتناک حقوق زنان و تبعیض علیه گروه‌های قومی مذهبی افغانستان گفته که یک نشست فوق‌العاده درباره افغانستان برگزار خواهند کرد. او افزوده که در این نشست درباره نقض فاحش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو خواهد داشت. در همین حال مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید 90% زنان و دختران افغانستان دچار مشکلات روانی شدند. وی با اشاره به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان گفته که این قانون نه تنها زنان را از مردان بلکه زنان را از زنان نیز جدا میکند. نشست شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی برگزار می شود که از بسته شدن مدارس دختران بالاتر از کلاس ششم توسط طالبان در 3 سال گذشته می گوید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به همین مناسبت با انتشار بیانیه‌ای گفته که طالبان از 3 سال به این سو 1,500,000 دختر را از حق آموزش محروم کردند. بر اساس این بیانیه 38,000 دانش آموز دختر دیگر نیز طی سال جاری پس از پایان کلاس ششم از آموزش محروم می شوند. این در حالی است که پیشتر دیدبان حقوق بشر هم با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان گفته بود که برخی از کشورها و نهادهای بین المللی به این موضوع اهمیت قائل نشدند. از مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای رئیس‌زاده سلام و عرض ادب. آقای رئیس‌زاده، خبر رو در مورد نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما رو در این زمینه بشنویم. بفرمایید. تشکر. سلام و وقت بخیر خدمت شما، بیننده ها و همکاران شما. نشست سازمان ملل یا شورای امنیت که به بررسی وضعیت افغانستان اختصاص داشت و ویژه در موارد حقوق انسانی و همچنان امنیت، نشان دهنده چالش های جدی و پیچیده ای است که افغانستان در تحت حاکمیت طالبان با او مواجه است. کوشش میکنم که کوتاه به طور کوتاه چند نکته کلیدی را مطرح بکنم. دبیر کل سازمان ملل در این نشست از نقض فاحش حقوق انسانی به ویژه حقوق زنان ابراز نگرانی کرد. بسته شدن مدارس دختران و محرومیت 1,500,000 دختر از حق آموزش از مصادیق بارز این نقض حقوق انسانی است. این محرومیت نه تنها به کاهش توانمندی های اجتماعی و اقتصادی زنان منجر میشه، بلکه تاثیر عمیقی بر سلامت روانی و اجتماعی زنان و دختران دارد. دبیر کل سازمان ملل به تبعیض جاری علیه گروه های قومی و مذهبی همچنان اشاره کرد که این تبعیض ها میتونه از به افزایش تنش ها و درگیری ها در کشور منجر شود و امنیت ملی و منطقه را تهدید بکنه. عدم توجه به این موضوع ممکن است که به ایجاد احساسات منفی و خصومت گرایانه میان گروه های قومی به نتیجه برسه و در نهایت بحران های اجتماعی و سیاسی و امنیتی عمیق‌تری را ایجاد میکنه. همچنان بحران های انسانی هم تاکید داشتند که سیاست های یا استراتژی های سختگیرانه طالبان و اجرای قوانین محدود کننده بحران انسانی را در افغانستان تهدید میکنند. 90% زنان و دختران با اما قسمی که در گزارش گفتین با مشکلات روانی و روحی مواجه هستند و شرایط زندگی برای بسیاری از مردم به شدت دشوار شده. این وضعیت میتونه که به افزایش نرخ فقر، بیکاری، بیماری و نارضایتی اجتماعی منجر شود و در نهایت به تشدید ناامنی و بحران‌های انسانی
منجر شد. خب مسئله دیگه که مهم بود این بود که در این نشست انتقادات از سکوت جامعه جهانی در برابر وضعیت افغانستان نشان دهنده است. این بود که نیاز داره جامعه جهانی به اقدام جدی‌تری در سطح بین الملل با سیاست‌های طالبان صورت بگیره. دبیر کل اشاره میکردن که نشست های فوق‌العاده را باید بررسی برای بررسی های موضوعی که موضوعات که در افغانستان وجود داره باید بررسی جدی‌تر شود. خب عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به نقض حقوق بشر و سایر نواقضی که طالبان داره این منجر میشه که تضعیف هنجارهای نهادهای بین المللی حقوقی بشری و همچنان کاهش اعتبار نهادهای جهانی شود. در کل میتونیم بگوییم که نشست شورای امنیت باید به عنوان یک فرصت برای بسیج جامعه جهانی، برای بسیج کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر و تامین نیازهای انسانی در افغانستان صورت بگیرد و در نهایت جامعه جهانی باید متعهد به حمایت از حقوق بشر و ترویج عدالت اجتماعی در افغانستان شود تا این کشور بتونه به سمت توسعه و ثبات بیشتر برود. اقدامات مؤثر و هماهنگ بین المللی میتونه که به بهبود وضعیت انسانی هم و بهبود وضعیت امنیتی هم در افغانستان کمک بکنه و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری بکنه. بله، با تشکر از مظاهر رئیس ساده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.